سلام سلام عزیزان خدمتتون هستم برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی دوشنبه 17 بهمن دوستان عزیزان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین خیلی خوش آمدین عزیزان دل و همچنین سپاسگزاری خاصی نسبت به شما یارانی که هستین در کنارم دارم دوستان شما با هر بازیدتون و با هر لایکتون از این کانال که کانال خودتون هست حمایت میکنین و باعث میشین که برقرار باقی بماند ببینیم چه خبر است در اولین انرژی که از نظر هیجانی با شما همراهی میکنه دوستان چه انرژی با شما همراهی میکنه از نظر هیجانی انرژی خشم اینجا افتاده بریم پشت کارت ها چی هستش و پشت کارت ها هم حرف از سرخوردگی میزنه هم خشم دارم به خاطر که نمیتونم احساسم رو بیان کنم حالا در هر دامنه ای که ممکن هست باشه مسائل اونجوری که من دلم میخواد نیستم پس من خشم این هستم و من همیشه در مورد خشم بهتون میگم انرژی خشمتون رو در راستای خوب به کار ببریم جایی که براتون نفت داره خب و ما از این کارت استفاده نم. از این از این ها استفاده میکنیم ببینیم این کارت بعدی به چه صورت خب در مورد قدرتی که بالای سر شما هست دوستان که دیگه حالا یه سریتون خسته شدین و خشمگین هستین و اینکه خودتون رو میخواین از این همه سنت از این همه قدرت رها کنین و یه سری ها ممکن هستش خشمگین هستن در ارتباط با حالا ازدواجی که نافرجام هست در ارتباط با پدری که به هر حال خشمگین هست در ارتباط با همسری که ببینید یک قدرتی هستش یک قدرتی هستش آقای پاپ افتاده یک قدرتی هستش که آنچنان شما دید خوبی روش ندارین و اینکه از میخواین خودتون رو رها کنین و خودتون رو بکنین ازش ها اما بریم ببینیم که خیلی خوب هستش که ظالم پروری نکنیم دوستان بریم ببینیم کارت بعدی به چه صورت آبا. آبا آب. قرار نشد که دسته دسته کارت بیفته یک کارت رو فکر من بده اپ اپ. باز هم سه تا مثل که امشب خواست ستا کارت بیفته خب پس من ستا تا کارت ها رو میکشم میذارم و دیگه و حرفشون گوش میده با بسیار زیبا دوستان توجه کنید دارم میبینم که کاملا از این حالت ها دارین در از خشمتون دارین به صورت بهینه دارین استفاده میکنین یعنی اینکه کار میکنم چگونگی خب برداشتن این اثرات منفی در زندگی خب و اینکه با خودم صادقانه رفتار میکنم صحبت میکنم و حرکت میکنم و انرژی و انگیزه اون رو دارم که زیر بار یک مسئله ای که برای من سنگین هست بیر بار ظلم زیر بال ها را حرف ناحق هر چیزی که هست داریم در میاد دارم مکالمه براتون میبینم حرکت میبینم مسئله ای که واقعا حال شما رو خوب خواهد کرد و همچنین کار شما رو و تمرکز شما رو بر این مسئله ببینم آخرین کارت بهمون چی میگه و بعد میرم سراغ ابعاد مختلف زندگیتون دوستان ببین اوج گرفتن شما رو مثل عقاب مسائل نگاه میکنین موقعیت های خودتون رو بررسی میکنین و اینکه دست به عمل میزنین بعد از اون اوکی و ما بریم ببینیم, ببینیم دوستان چه خبر هست در کارت های دیگه در کارت های آینه ببینیم در سر شما چه میگذرد در سر شما خودتون از حس شما خودتون استفاده میکنین این اطاف فضیری میخواین داشته باشین دوستان و میخواین شادی بیافرین برای خودتون در مورد مسائل احساسی ببینیم چه خبر است در مورد مسائل احساسی همه چیز میگه به خودتون مربوط هستش خب مربوط نه به خودتون بستگی داره یک سریاتون دوستان دارم میبینم که خیلی زیبا و موفق از یک امتحان احساسی دارین در یک جدایی که برای شما بسیار مشکل دار دار بوده دوستان دارم میبینم حالا این جدایی یا تبدیل به یک آشتی میشه بعد از گذشته یک زمانی و یا اینکه شما هستین که ازش دارین خودتون رو رها میکنین و اوج دارین میگیره در مورد مسائل کاری دوستان برای شما کار میبینم کار <laughs> <ت cos'> میکنین و اینکه شاید براتون براتون این روزا کارتون یا اینکه توی اون درگیری زیاد هستش یا یعنی اینکه یه سریاتون دوستان به هر حال کار میکنین که از یک سری از تشنجات در بیاین یک سرم و با کار مشغول میکنم که به هر حال مسائل دیگر رو فراموش کنم در مورد مسائل مالی شما شادی برتون میبینم بعد از دوره که شاد برتون سخت بوده دوستان در مورد مسائل اجتماعی شما فاصله میبینم عزیزم اوکی؟ در مورد مسائل اجتماعی پس فاصله براتون افتاده و اینکه بریم ببینیم که در مورد مسائل فاصله میگیرین از یک سری از مسائل یک سری ها خودتون رو از اون جایی که هستین دور میکنین دوستان در مورد چالش شما چی هست؟ بینیم. چالش شما چی هست؟ چالش شما دوستان این هستش که بعد من خیلی جالب افتاده ببینیم برگشت به یک رابطه احساسی هستش آیا کسی داره به سمت شما برمیگرده که شما باید اونو بپذیرین این چالش شما هست ولی من این دقیقا رسیدن به هم رسیدن تو این فریم ها یا شورای دو قلو هستش این کارت وگرنه میتونم بهتون بگم که امید داشته باشین که مسائل احساسی یا شخص ما رو نظرتون برخواهد گشت و در مورد چیزی که کمکتون میکنه آرامش هست به چه سمت میره به سمت یک تغییر و تحول در این حرکت میکنه خب دوستان عزیزان من یک خلاصه از این کارت بهتون میگم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه پس دارم میبینم که خشمگین هستین از یک قدرت نامعقول یا از یک قدرت ظالم که میتونه هر کسی دور بر شما باشه ولی دارم بسیار متمرکز هستین کار میکنین و اینکه در راستای هدفی که دارین حرکت میکنین به حرف دلتون گوش میدین دوستان صادقانه قدم برمیدارین انگیزه بسیار زیادی دارین و اینکه تمام امکاناتی که دور هست رو نگاه میکنین برای برداشتن این مسئله سخت تو زندگیتون در سرتون دارم نرمش حس ششم شما بسیار داری بهش فکر میکنین و میخواین قویش کنین بیشتر به صدای قلبم ندای قلبم گوش بدم در مورد مسائل احساسی دارم میبینم موفقیت شما که به خودتون بستگی داره بعد از یک دوره‌ای که تلاش باید کرد در دامنه یک کاری دارم برای شما کار می‌بینم کار شما ممکنه از زیاد بشه یا این یا گفتم بهتون سرتون رو خیلی شروع میکنین از کار که مشغول هستین که به چیزای دیگه فکر نکنین در دامنه مالی شادی براتون می‌بینم در دامنه یه اجتماعی فاصله می‌گیرین ممکنه از از فیزیکی از اون جایی که هستین یا اینکه فاصله می‌گیرم از افرادی که دور برم هستن در دامنه یه چارشه شما این هستش که به یک به هم رسیدن اعتقاد داشته باشین و اینجا هم دارم ببینم که حالا یه دوره همی هم ممکن هست باشه دوستان یه دوره همی هم ممکن هست باشه که میگه که یعنی بذارین خوب خوش بگذره چیزی که کمکتون میکنه آرامشی که شما دارین به دست آوردین و دارین و تفکر شما و به سمت یک تغییر و تحول میره خب عزیزان این از کارتای شما بریم ببینیم دو تا کارتی که از مسائل احساسی بر شما حرف میزنن چه کارت هستن یکی برگشت هست از شانس براتون میزنه کارت دوم است. برای من شانس در برای یک سریا مسئله هستش که یک شانس دوباره در یک رابطه ای که در یک استان بای هستش خب همونجور که میتونم بهتون بگم لبه دوم این این هستش که یکی از شانسهایی که شما آوردین تو زندگیتون این هستش که رابطه ای که خیلی بهش فکر میکردین و فکر میکردین باعث شانس شما هستش در یک استان بای هست بریم ببینیم دوستان چه خبر است در انرژی های قطب معنیست و نه جنس معنیست افرادی که مسائل مادی معنوی براتون شما شما هست معمولا شما دوست عزیز که دارین نگاه میکنین بریم چه, چه کارت هایی هستن و چه میگویم بدبخت دیگه جوجه زشت که شد من من. احساس میکنم که بدبختم و ناراحتم و نمیدونم نمیتونم جلوی گریم بگیرم تو همجوری عشقت کف مشکت دیگه حالا چه برسه که یه اتفاق بدتری بیفته بعد کارت بعدی منطقی من احتیاج دارم که همه چیز رو و همه شرایط رو منطقی ببینم و اینکه نمیخوام به حسش شما توجه کنم خیلی خوب و اینجا میگه که من بر روی شفای دیگران کار میکنم و اینکه خودم رو هم شفا میدم توجه کنید دوستان عزیزانی هستین که شاید به خاطر یک سری از مسائل احساسی سنگین یا مشکلاتی که تو زندگیتون بوده قطبهای معنی است توجه کنین بر روی اون استعدادهای خودتون کار میکنین حالا ممکن هستش که کاری که شما انجام میدین که اگر حرفه شما هستش یا غیر حرفه شما هستش که باعث شفای دیگران میشین پزشک یکیشون هست روانشناس یکیشون هست کوچ یکی هست ببینین کجا هستین یا اینکه با حرفهای شما باعث میشین که دیگران شفا پیدا کنن به خاطر که خودتون رنج کشیده هستین و درد کشیده هستین و اینکه بهتر میتونین دیگران رو درد کنین و یک آمپتی بزرگ داریم ببینیم قطب مذکر ملعون که دنیا از دستش خرابه چه خبر هستش قطب مذکر منظور آقایون نیستن منظور کسایی که دنیا از دستشون خرابه اونایی که دنیا رو به این افتضاحی که توش داریم زندگی میکنیم و آرامش و امنیت نداریم که نه امنیت احساسی و نه امنیت هیچ چیز دیگه از دست قطب مذکر هست خب بریم بریم چه خبره میگه که من بهم الهام شده و نمیدونم به تو فکر میکنم و ایده های جدیدی دارم و میگه که من تصمیمم گرفتم و تغییر پیدا نمیکنم و من میخوام زندگیم رو با تو بسازم و اینکه میگه که دست انداختم میگه که من مخ تو رو به کار میگیرم که خودم در برم در واقع از خودم خجالت میکشم پس تمام این حرفایی که اون بالا زده نمیدونم وقتی که به تو فکر میکنم انگار بهم الهام میشه و نمیدونم یه لامپ توی مخم توی کلم روشن میشه و فقط باید فقط باید دو شاخ برقش رو پیدا کرد و اینکه نمیدونم تصمیمم هم گرفتم همه اینا چرت و پرت به قول خودش هستش برای که همش رو خودش دقیقا در کارت پایین گفت همین حرفا رو میزنم که مخ تو رو به کار ببرم و در واقع از خودم خجالت میکشم واقعا چقدر تو آدم خوبی هستی چه به چه به تو چه چهچهی چه تو ولی من آدم بدی هستم اوکی دیدین این حرفا خب بریم ببینیم کارت دیگه چه خبر هست در این کارت ها عزیزان دل از کارت استفاده می‌کنم که حرف دل اون کسی که ازش در جدایی جدا هستیم و در جدایی به سر میبره میسنه من نیمه گم شده تو هستم میدونم که تو الان برای من کی هستی من اون قسمت دوم تو هستم دوبل تو هستم نیمه گم شده تو هستم جفت روحی تو نمیدونم تو این فلیم تو همه چیز تو من ما برای هم ساخته شدیم پس به, سمت هم دیگه میریم بهتون چی گفتم در مورد تو این فلمی یک سری ها هستن که شاید بیدار شدن روی رابطه روحیشون با شخص احساسیشون <applause> با خود به معنیست ولی خب اگر بیدار شده پس چرا غیبه البته برای همه نیستش من همیشه باز هم سپاس گذارم از عزیزانی که به من خبر میدن از برگشت شخص مورد نظرشون توی زندگیشون و امیدوارم و از صمیم قلب میخوام همه اون عزیزانی که چشم انتظارم به آنچه که میخوان برسن آن کسی که میخوان برسن دوستان ببینیم دوستان در کارت های فرشتگان مقرب چه پیامی دارن من صدای تو رو میشنوم بله من میشنوم وقتی که تو با من حرف میزنی وقتی که تو با با من حرف نمیزنی مستقیم من اونو حرفاتو گوش میدم تو فکر میکنی که من غایب هستم برای اینکه یه وقتایی هست که آنچه را که تو میخوای نمیتونم برآورده کنم نه من در کنار تو هستم و به تو جواب میدم که تو باید صبور باشی بسیار خوب به ما بریم ببینیم دوستان در کارت عزیزان از عزیز دست رفته چه خبره پچ پچ یه وقتهایی در گوش صداهایی رو میشنوی مثل پچ پچ این صداها دال بر حضور من در کنار تو هست سعی میکنم بهت چیزی رو بگم و بهت بگم که ازت محافظت میکنم تو باعث افتخار منی و من تو رو بی حد و دو حصر دوست دارم روح همه عزیزان از دست رفتمون در شادی برامش باشه عزیزان دل این فال شما بود من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار دوستان